درود بر شما. شرح مهمترین مطالب هفتنامه تاجیکستان در بخش شرح تاجیکستان. رمضان ظریپویچ میرزایف: کم کسان هستند که در جمهوری تاجیکستان این ارباب برجسته دولتی را ندانند یا نشناسند. نامبرده سالهای طولانی در وظیفه کاتب اولی کمیته حزب کمونیستی ناحیه دنغره، سفیر تاجیکستان در فدراسیه روسیه، سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده است. در مطلب هفتنامه تاجیکستان که بخشیده به 75 سالگی این ارباب دولتی تهیه شده است، سه لحظه مهم و خاطرمان روزگار او انعکاس یافته است. لحظه اول، صحنه از طرف اسمتچه اولی گروگان افتادن رمضان میرزایف، جمشید هلالویچ کریموف، رشید علیموف، لقیم قیوموف و دیگر اربابان دولتی می باشند. محض در همین شب گروگانگیری، جانشین یکم رئیس ولایت کولاب سنگوف کشته می شود و سبب های با گروگان گرفتن یک قطار خادمان دولتی از جانب اسمچه اولی در صحبت با رمضان میرزایویچ در این مطلب انعکاس یافته است. لحظه دیگر و مهمی این صحبت پسمنظر سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی است که سال 1997 در مسکو بسته شد و آن زمان رمضان میرزایف سفیر تاجیکستان در فدراسیه روسیه بود. هزاران نفر دانشجویان ازبکستانی که در مکاتب عالی تاجیکستان تحصیل میکنند قصد بازگشت به کشور خود را دارند. این یکی از خبرهای پرسر و صدای رسانه های هم تاجیکستان و هم ازبکستان است. سبب ترک تاجیکستان کردن دانشجویان ازبک در چی هست؟ چرا آنها بعد از یک سال یک و نیم سال تحصیل مکاتب عالی تاجیکستان را ترک میکنند؟ جزئیات این مسئله در مطلب هفتنامه تاجیکستان تحت عنوان دانشجویان ازبکستانی چرا ترک تاجیکستان میکنند بازگو شده است. سالهاست که به مرکز ولایت یا ولایت الهیده تبدیل یافتن ناحیه دنغره زادگاه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در رسانه ها حدس می زنند، ولی این خبر تا حال تصدیق خود را نیافته بود. هفته آخر ضمن نشست مطبوعاتی مقامات ولایت ختلان و حکومت ناحیه دنغره در مورد به مرکز ولایت تبدیل یافتن ناحیه دنغره اشاره ها صورت گرفت. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان و شکرالله بختیار مدیر شعبه معماری و شهرسازی دنغره ضمن نشست مطبوعاتی اشاره کردند که دنغره مرکز ولایت می شود، ولی آنها نگفتند که دنغره مرکز ولایت ختلان خواهد شد یا مرکز ولایت الهیده که در سابق ولایت کولاب به وجود خواهد آمد. جزئیات این مطلب را در هفتنامه تاجیکستان مطالعه نمایید. سال روان در جمهوری تاجیکستان دو معرکه مهمی سیاسی، هم انتخابات پریزیدنتی و هم انتخابات پارلمانی در نظر است. در صحبت هفتنامه تاجیکستان با عبدالحلیم غفورف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان، پس منظر انتخابات پارلمانی و آمادگی های حزب های مخالف به انتخابات پریزیدنتی انعکاس یافته است. آیا عبدالحلیم غفورف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان که سالهای قبلی در انتخابات های پریزیدنتی شرکت کرده ناکام شده است، قصد دیگر باره شرکت کردن در انتخابات پریزیدنتی را دارد؟ و این سوال در مصاحبه هفتنامه تاجیکستان با عبدالحلیم غفورف تحت عنوان در انتخابات پریزیدنتی شرکت میکنم اگر پاسخ مشخص آورده شده است. بحث مرز تاجیکستان و قرغیزستان یکی از مسئله های داغی هست که سالهای آخر هیچ راه حل خود را نمییابد. در این بحث ها یکی از قهرمان های اساسی ژنش رزاقوف، معاون سروزیر جمهوری قرغیزستان بود که پس از گفت و شنید ها با تاجیکستان عنوان جاسوس تاجیکستان را گرفت و به گفت رسانه های قرغیز ژنش رزاقوف با کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همکاری کرده برای منفعت های تاجیکستان کار میکرده است. جزئیات این مطلب، سبب های سر زدن این آوازه و کی بودن ژنش رزاقوف را در مطلب تاجیکستان تحت عنوان جاسوسی تاجیکستان ژنش رزاقوف به استعفا رفت جویا شوید. یکی از خبرهای خوشحال کننده هفته آخر در پایتخت جمهوری تاجیکستان این تخریب نشدن چایخانه معروف راحت می باشد. سالهای آخر در نتیجه بازسازی شهر دوشنبه قسم زیادی بناهای تاریخی تخریب شدند و در نظر است که بناهای زیادی دیگر از بین برده شوند که این باعث نارضایتی ساکنان کشور شده است. قهرمان هشت گنجه یا محاربه های بی‌قاعده نورالله علیف را دوستداران ورزش حبیب دوم می گویند، زیرا او مثل حبیب نورمحمدوف قهرمان
شکست را کم میداند و غالبیت همیشه همراه اوست. در مطلب هفتنامه تاجیکستان حبیب دوم نورالله علیف در 105 رقیبش را مغلوب کرد. راهی طی کرده این جوان در ورزش و آرزوهای او در آینده اینکاس یافته است. همچنین این هفته در برابر آن مطالبی که بنده به شما شرح دادم، در هفتنامه تاجیکستان مسائل زیادی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اینکاس یافتند که آن را می توانید با دست آوردن هفتنامه مطالعه کنید. هفتنامه تاجیکستان را در دکانهای شهر پرسید. روزنامه ها زیادند، تاجیکستان یک دوست.